مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان در کانادا پس از توقف دو ساله به دلیل شیوع کرونا میزبانی 20مین جلسه همبستگی مراکز اسلامی این کشور را عهده‌دار شد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی در ابتدای جلسه سلام و دعای بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله را به حضار ابلاغ کرد. از جمله سخنرانان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد مهدی ناصری، حجت الاسلام و المسلمین سید نبیل عباس، حجت الاسلام و المسلمین سید ظفر زیدی، پاتریک براون، مفتی شیخ حسن قیه و استاد سامر مجذوب بودند. پاتریک براون ریاست حزب محافظه‌کاران کانادا از شهر تورنتو و هیئتی از کنسولگری جمهوری عراق به ریاست آقای سید علی یاسری مستشار کنسول نیز در این جلسه حضور داشت. لازم به ذکر است در این جلسه همبستگی بیش از 12 مرکز و انجمن فعال در کشور کانادا از گرایش‌های مختلف مذهبی و سیاسی به دعوت مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان شرکت کردند که موضوع‌های مختلف مبتلا به در کانادا در این جلسه مورد همفکری و تبادل نظر قرار گرفت. گفتنی است حفظ همبستگی و اتحاد میان هیئت‌ها، حسینیه‌ها و مساجد و مراکز فرهنگی از سفارش‌های مؤکد بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله است که بر این اساس سال‌هاست همه مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه در سراسر دنیا و مقلدین معظم الله شعار الحسین یوحدنا حسین علیه السلام محور اتحاد است را نسب العین فعالیت‌های خود قرار دادند. در این راستا گفتگی دارم با شیخ صالح سیبوی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی و مسئول مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی در کانادا. سلام، وقتتون بخیر. مهمترین موضوعی که در 20مین جلسه اتحاد و همبستگی مراکز اسلامی در کانادا برگزار شد رو بفرمایید. با سلام به ساحت مقدس پیامبر رحمت و ائمه اطهار علیهم السلام و با سلام و درود به شما بزرگواران، دستندرکاران شبکه آقای امام حسین و همچنین شما بینندگان ارجمند. بله، همانطور که فرمودید 23 سال است که ما این جلسه رو هر سال برگزار می کنیم با توجه به مشکلات و مصیبت هایی که جامعه اسلامی رو فرا گرفته و یک دیگر را از هم دور کرده، قلب‌ها دور شده و خلاصه دسیسه‌هایی در کار است و مذاهبی که به ظاهر اتکا به مذهب کرده و در باطن لباس گرگ بر تن کردند و ضربه به دین می‌زنند و نفاق رو بین مردم ترویج می‌دهند، ما ضروری دانستیم و ندای پروردگار در قرآن کریم را لبیک گفتیم و همچنین دستور پیامبر بزرگوار اسلام در این زمینه اتحاد و همبستگی و همچنین تأکید و فرمایش مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت الله این قدم مبارک را این مرکز برداشت که نزدیک به 15 مرکز اسلامی در آن شب حضور به هم رساندند و یکی از مسئولین بلند پایه حزب محافظه‌کار کانادا و همچنین گروهی که از کنسولگری عراق آمده بودند صحبت‌ها در زمینه همبستگی، اتحاد و برطرف کردن مشکلات جامعه اسلامی در کانادا بود. ما می‌دانیم یک دست هیچ موقع صدا ندارد، اگر جمع شویم ید الله مع الجماعه است و همون گونه که پروردگار می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا و همون گونه که پیامبر بزرگوار اسلام دستور دادند که اهل بیت من سفینه نجات هستند و ولی سفینه آقا امام حسین سریع‌تر است که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی تأکید بر این مسئله دارند که الحسین یوحدنا
حسین اساس همبستگی و اتحاد است و خدا رو شکر خیلی از مسائل را در این جلسه مطرح کردیم و حل کردیم و از اون مسئول بزرگواری که آمده بود آقای پاتریک براون قولهایی در زمینه‌های کمک به جامعه اسلامی رو گرفتیم ان شاء الله. امیدواریم خداوند قدم‌های ما و قدم‌های همه افرادی که در این زمینه حرکت می‌کنند محکم و استوار بدارد ان شاء الله. و جلسه همبستگی و اتحاد مراکز اسلامی در کانادا چه پیام و هدفی را دنبال می‌کنه؟ مهمترین پیام این جلسه رفع مشکلات و مصیبت‌های جامعه اسلامی است که رؤسای مراکز مکلف و موظف شدند این مصیبت‌ها و این مشکلات رو بررسی کنند و قدمی اساسی در این زمینه بردارن که این مشکلات ان شاء الله حل شود. و پیام دوم این جلسه این بود، همون گونه که خدمتتون گفتم خطاب شد که یک دست صدا ندارد، اگر با هم جمع شویم و یک پارچه شویم صدای ما در ادارجات دولتی این کشور و مقامات دولتی این کشور اثر بسیار زیادی دارد. تأکید شد که مراکز دیگه نیز همانند این مرکز این قدم را بردارد. در پرانتز این را خدمتتون بگم که 23 سال است فقط مرکز جهانی امام شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان این قدم را برمی‌دارد. باید بگویم متاسفانه بقیه توجهی نکردند، ولی امیدواریم امسال جلسه بسیار فرق داشت، روحانیت عجیبی داشت و خیلی با شکوه تر از سالهای قبل برگزار شد و مورد استقبال تمامی مراکز قرار گرفت و قرار است ان شاء الله این جلسات ادامه پیدا کند و بتوانیم اون نتیجه مطلوب را از این جلسات بگیریم ان شاء الله. ان شاء الله. تشکر میکنم. شیخ صالح سیبوی وکیل آیت الله العظمی شیرازی از کانادا با ما همراه بودند.